با وجود سرکوب گسترده رژیم درباره تمام اقشار، اما شعله اعتراضات می‌بینیم که همواره روشن بوده و روند رو به افزایشی هم داشته. بازنشستگان هم در شهرهای مختلف در اعتراض به غصب حیاتی ترین و اولیه ترین حقوق خودشون، یعنی یک زندگی عادی، دست به تجمع و راهپیمایی زدن. خواسته بازنشسته‌ها چی بوده؟ برای اینکه این موضوع رو کمی بررسی کنیم همراه میشیم با محسن سیف. با سلام به شما محسن و خیلی خوش آمدی به برنامه امروز ما. دلیل اعتراض و تجمع بازنشستگان در هر هفته در شهرهای مختلف چی هست؟ با سلام به شما علی عزیز و با درود به بینندگان محترمتون، در جواب شما باید بگم که این روزا همه شاهد هستیم، شاهد فریاد مادران و پدران زحمتکشترین قشر جامعه هستیم که برای گرفتن حق و حقوق غارت شده اون اومدن کف خیابونا. اما گوش غارتگرا کره و پاسخگو نیستن. اصلا پاسخگو بودن در قاموس آخوندهای چپاولگر نیست. به طور واقعی روی این فرصت کمی که ما داریم، فرصت نیست که بخوایم این غارتگری ها و پامال کردن حقوق بازنشسته ها رو بگیم، اما کافیه که فقط یک قلم نگاهی بندازیم به غارت صندوق های بازنشستگی. در واقع این صندوق ها تنها منبع دارایی بازنشسته ها هستن که ریال به ریال اون رو با 30 یا 40 سال رنج و کار مستمر خودشون و با حقوق ناچیزی که میگرفتن ذخیره کردن که بتونن در دوران بازنشستگی ماهانه مقداری از اون رو برای تامین معیشت خودشون بردارن. اگر امروز هم میبینیم که بازنشسته ها توی این شرط سنی که باید در آرامش زندگی کنن، مجبورن برای احقاق حقوقشون تو سرما و گرما کف خیابونا باشن، در واقع به این خاطره که این حکومت راهی جز حضور در کف خیابون براشون باقی نذاشته و اونا ناچارن که بیان و دادخواهی کنن. محسن، تا جایی که من اطلاع دارم تو قانون خود این رژیم هم نوشته شده که هیچ نهاد و ارگان و فردی در هر منصبی هم که باشه نمیتونه از صندوق بازنشسته ها پولی برداشت کنه و برای کاری استفاده کنه، اما این کار الان داره صورت میگیره. چرا الان این کار مجوزش صادر شده و اصلا چطوری از صندوق بازنشسته ها پول برمیدارن؟ بله، درست میگین، رو نکته خوبی انگوش گذاشتین. طبق قانون هیچ فرد یا نهادی اجازه برداشتن از این صندوق ها رو جز برای پرداخت ماهیانه حقوق بازنشستگان نداره. اما توی حاکمیت غارتگر آخوندی آخه چه چیزی به قاعده هست؟ همین الان این صندوق ها یکی از مهمترین منابع دزدی و اختلاسشون شده، رسوایی کلان اختلاس تو صندوق ذخیره فرنگیان که 4 هلدینگ در زمینه های پتروشیمی و انرژی داره، تنها مشتی از خرباره غارت نور چشمی های این خامنه ای دجال هست از تهمونده های سفره های بازنشسته ها. الان در ضمن وضعیت طوری شده که یکی از رسانه های حکومتی با تیتر درشت نوشت که صندوق های بازنشستگی به حیات خلوت مقامات سیاسیشون تبدیل شده. یا مثلا روزنامه حکومتی، احتمال من از روی این روزنامه میخونم براتون، رو 18 اردیبهشت 1402 نوشت که دولت در مجموع 501 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بدهی داره. البته قبل از اینم سعید لیلاز که یکی از به اصطلاح کارشناسای همین رژیمه، سرقت اوریان اموال مردم تو صندوق‌های بازنشستگی رو اومد نظاممند و حکومتی توصیف کرد و خود اون گفته بود که بحران صندوق‌های اجتماعی بحران غارت سازمان یافته است. بحرانیه که به طور نظاممند و سازمان یافته اون چه در صندوق‌ها بود دزدیده شد یا به صورت سازمان یافته از بین رفت. خب همونطور که خودیای رژیم اعتراف میکنن، این دولت‌های دستساز خامنه‌ای که آخریش هم همین دولت رئیسیه
میبینیم که دست به غارت صندوق‌های بازنشسته‌ها زده و جوابگوی جنایتش هم نیست. جوابگو نیستن. بله. محسن، آخرین سوالم اینه که اونی که مشخص حداقل از ظاهرم پیداست و تو این سالیان این حکومت قصد پاسخگویی به بازنشسته‌ها و تامین نیازهاشون رو نداره، چون اگر میخواست اصلا این کار رو بکنه با توضیحاتی که تو الان دادی اصلا از صندوق بازنشسته‌ها پول بر نمی‌داشت که بعد بخواد دوباره بذاره سر جاش. خب پس چه راهی در مقابل بازنشسته‌ها هست که بتونن حقوقشون رو بگیرن؟ بله، خب حتما خودتون و بینندگان عزیزم شاهد هستن که سالیان بازنشسته‌ها از اقشار مختلف در تمامی رسته‌ها برای احقاق حقوقشون توی شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراضی میزنن. جهت اینکه بدونید به رغم محدودیت‌ها و همه بگیر و ببنده و بازداشت‌ها، اما تو سال 2023 بازنشسته‌ها تو کل کشور 1362 مورد تجمع اعتراضی برپا کردن، دنبال مطالبات خودشون هستن. اگر اخبار رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده باشین، بازنشسته‌ها توی همین روزهای اخیر تو شهرهای مختلف با شعارهای مثل فریاد فریاد از این همه بیداد، یا شعار دولت خیانت میکند مجلس حمایت میکند، یا خب خیلی شنیدیم شعارهاشونو که میگن گرانی تورم بلای جان مردم، یا اینکه از بس دروغ شنیدیم به مجلس رأی نمیدیم، و یا دولت ورشکسته دشمن بازنشسته، با همه این شعارها رو در روی خامنه‌ای جنگ افروز و دولت ورشکستش یعنی رئیسی فریاد حق طلبی سر دادن و نسبت به همسان سازی نکردن حقوق و دریافت نکردن حقوق و مزایا و همینطور وضعیت بد معیشتی هر هفته سه روز دو شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار می‌کنن و مطالباتشون رو می‌خوان. خب اینا نشون میده که ایستادگی بازنشسته‌ها اونچنان وحشت ایجاد کرده که روز 11 دی هم همزمان با فریاد بازنشسته‌ها یک عضو طویله خامنه‌ای گفت میزان افزایش حقوق کارکنان لشکری و کشوری بازنشستگان مظلوم و همسانسازی حقوق آنها و پرداخت پاداش بازنشستگان با چه منطقی استوار است؟ وقتی تورم و میزان افزایش مالیات ها برای همه اقشار و کسبه خرد کمر شکن شده و حضور آیا فضای کسب و کار مردم بر اساس یک رفتار آمدانه مردم را از مسیر خارج نخواهد کرد؟ منظورش همون قیام پیشروه که رژیم انتظارش رو میکشه و طبعا فرار خواهد رسید. بنابراین تنها راه برای بازنشسته ها حضور در کف خیابونا تا رسیدن به خواسته های برحقشونه، همراه با بقیه مردم به هر حال بتونن به همه حقوقشون برسن. بله، با تشکر از شما محسن، خیلی ممنون از اینکه امروز همراه ما بودیم. ممنون که ما رو دعوت کردیم به این برنامه. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. دوستان، گفتگویی بود با محسن سیف به عنوان بازنشستگان فقط کف خیابان. همراه ما باشین.